بسم الله الحمد لله و سلام و سلام و علی رسول الله و علی آله و صحبه و من و الله زن السلام علیکم و رحمت الله تعالا و برکات و برنامه تلفن مستقیم زن بیننده در خدمت شما هستم از الله متعال برای خودم و شما سعادت مندی رو دنیا و آخرت را خواهانم اینکه الله متعال من و شما را ختم به خیر بگردانم اما در مورد اینکه الله متعال در کتاب خودش قرآن کریم چگونه خودش رو برای ما بندگان معرفی فرموده و اینکه ما چه تصوری باید به نسبت الله متعال داشته باشیم و اینکه انبیاء الهی اومدن در واقع تا تصور ما به نسبت الله متعال به نسبت رب ما و خالق ما و آفریدگار ما رو اصلاح بکنن و اینکه ما تصور درستی به نسبت الله متعال داشته باشیم اما در اولین سوره قرآن کریم ازان بیننده سوره حمد که الله متعال در حقیقت در این سوره شروع به معرفی خودش میکنه و از در حقیقت رحمت خودش حالا در بدایت سوره شروع میکنه و از الوهیت خودش و بعد از اون ربوبیت خداوند و بعد از اون رحمت خداوند میاد و بعد از آن هم مالک بودن خداوند مالک روز جزا بودن و در حقیقت امر الله متعال سوره حمدو که با الحمدلله لله رب العالمین شروع می فرماید این که همه ستایش ها از آن اللهیه الله در واقع اسم الله که همه بگیم صفات و اسامی خداوند رو در خودش در بر میگیره و رب العالمین هست که گفتیم در واقع رب یا همون معانی که رب داشت و معنای خالق بودن، مالک بودن و رازق بودن و اینکه در حقیقت صاحب اختیار همه چیز هست و به معنای مربی بودن اینکه امر تربیت رو الله متعال بر عهده داره و اینکه همه در واقع مخلوقاتی که خداوند متعال اونها را می آفریند اونها را رهنمون میشه یا راهی که در واقع نیازهای اونها را برآورده بکنه راهی که به صلاح اونها باشه رو بهشون نشون میده و قوام امور اونها در دست الله متعاله و اینکه خداوند به نسبت ما بندگان و به نسبت ما شریعت که ما مکلف هستیم در حقیقت و ما اشرف مخلوقاتیم هم خداوند متعال راه رو برای ما مشخص فرموده انبیا رو برای ما فرستاده کتاب های آسمانی رو برای ما فرستاده و راه خیر و شر راه حالا نیک و بد و در واقع هدایت و زلالت یا گمراهی رو برای ما مشخص فرموده و اقاب ما رو هم مجازات ما رو منوط به این دونسته که پیامبران را بفرسته و بر ما اتمام حجت کنه و برای اینه که الله متعال می فرماید ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا ما تا پیامبری تا پیام نفرستیم که پیام الهی را به شما ابلاغ بکنه و به شما برسونه شما عذاب داده نمیشید و بعد از بیان روبیت از بیننده الله متعال رحمت خودش رو به ما در حقیقت یادآور میشه به اینکه با اینکه الله در حقیقت همه هستی هست خلق کرده آفریدگار همه چیز آفریده و در حقیقت زمام امور به دست الله متعال الله متعال همه هستی و مخلوقاته اما الله متعال رب یا ال رب العالمینی هست که حالا عالمین که گفتیم همه چیز همه عالم ها غیر از خداوند و شامل میشه که این عالم ها متفاوتن اساس این رب العالمین بودن و این ربوبیت خداوند متعال و این همه کار بودن خداوند متعال و تدبیر امور اساس اون رحمت خداوند متعال و اینکه رحمت جزو صفات ذاتی خداوند در حقیقت هست و اینکه رحمت خدا همونطور که در حدیث هم گفتیم ازان بیننده اومده رحمت الهی بر خشم الهی یا بر انتقام الهی یا بر مجازات خداوند ارجهیت داره و سبقت گرفته از اون رحمتی سبقت یا سبقت غدبی اما بعد از اون ازان بیننده حالا حتی در حقیقت در بگیم در عقوباتی که خداوند متعال یا مجازات هایی که به نسبت حالا در حقیقت در مورد حرمت شکنی ها در مورد گناهان در مورد معاصی که انسان انجام میده و جرم هایی که مرتکب میشه عقوبت که الله متعال قرار داده این هم جلوه ای از جلوه های رحمت الهی است یعنی از رحمت الهی اینه که در حقیقت برای ما خط قرمز هایی گذاشته برای ما عقوبت ها و مجازات هایی قرار داده وگرنه اگر این گونه نمی بود و مجازاتی در کار نبود در حقیقت و اقابی در کار نبود دیگه دنیا بس بدجور در حقیقت هر جا مرج می شد و ظلم و ستم و حکوشی و حتی مظلومان در حقیقت امیدی به این که حالا حقی از اونها با ستانده بشه و اینکه یک روزی باشه که اونها هم به حق خودشون برسن و چه بسا مظلوم در همین دنیا در حقیقت خداوند متعال ظالم را بگیرد اون را اقاب بکنه و خنک چشمی برای مظلوم باشه در همین دنیا و حتی در احادیث ما داریم که دعای مظلوم در مورد اثر دعای مظلوم این که چگونه خداوند متعال در حقیقت استجابت می کند دعای مظلومان را و تأثیری که آه مظلوم و فریاد مظلومیت در واقع به نسبت ظالم داره اما در آیه ای که ازانو بیننده آیه چهار در حقیقت که مالک یوم الدین بعد از اون که الله متعال رحمت خودش رو برای ما بیان میفرماید میاد از آن بیننده و مالک یوم الدین بودن خودش رو الله متعال برای ما بیان میکنه و در حقیقت جمع میان دو تا اسلوب حالا در عربی میگن ترغیب و ترهیب تشویق و ترساندن و هشدار دادن که در حقیقت در تمام اصالیب تربیتی حالا که در دنیا هست این دوتا باید با هم باشه هم تشویق و هم تنبیه و مجازات اگر یکی از اینها باشه در حقیقت کفه ترازوی و میزان ترازوی حالا بگیم جامعه یا جوامع یا دنیا در حقیقت اون میزانه به هم میخوره اون تعادلش و هم میخوره و برای اینه که حتی ما در نظام های بشری هم در حکومت ها و در دولت ها اینو میبینیم که علاوه بر تشویق و علاوه بر این که حالا در حقیقت اونهایی که از قوانین تبعیت میکنن اونهایی که در حقیقت تعدی نمیکنن به حقوق دیگران حالا مورد در حقیقت مورد پاداش قرار میگیرند یا اینکه <مش> میتونن در حقیقت با کرامت و با کرامت خودشون رو داشته باشن اما اونهایی که میان و قانون شکنی میکنن یا تعدی میکنن به حق و حقوق دیگران مورد اقاب قرار میگن مورد مجازات قرار میگیرن یه چیزی طبیعی است یعنی اگر قرار باشه در جامعه مجازات ها نباشند و همش تشویق و ترغیب و در واقع با نرم خویی و حالا حذف مجازات ها حذف قوانین سخیرانه و حذف چارچوب ها در حقیقت و خط قرمز ها در زندگی بشری قرار باشه که حالا زندگی بشر به جلو میره به جلو بره همچنین چیزی در حقیقت جزو اموریه که نمی شود اون را متصور شد اینکه مجازات وجود نداشته باشه اینکه تنبیه در کنار تشویق نباشه و اگر تنبیه نباشه در حقیقت خود بشر هم سرکش میشه خود بشر هم به راحتی به حقوق دیگران تعدی میکنه به راحتی در واقع مرتکب جرم و جنایت چه بسا میشه اما شریعت میاد در کنار اینکه ما رو میکنه در کنار اینکه در حقیقت راه رو برای ما مشخص میکنه و نیک راه خیر و شر رو برای ما مشخص میکنه و آثاری که در حقیقت در نتیجه فرمان برداری از خداوند متعال در نتیجه اجرای قوانین الهی آید ما میشه دستاوردهایی که در همین دنیا آید ما میشه رو خداوند متعال برای ما بیان میکنه اما باز هم بشر یک سری هایی دارد یا چه بسا دوچار غفلت بشه دوچار نسیان بشه دوچار تسلیم هوای نفس خودش بشه فریب شیطان را بخوره و مرتکب جرم و جنایت بشه مرتکب گناهان بشه یا اونی که در حقیقت ایمان نیاورده یا اون که اهل کفر و شرک و زلالت هست برای اینه که الله متعال اقاب ها و مجازات هایی را قرار داده و الله متعال هم در کتاب خودش در حقیقت در سوره هجر به این واقعیت اشاره می که نب عبادی انی انا الغفور الرحیم بندگان منو با خبر کن که من آمرزنده و مهربانم اما در برابر اون و ان عذابی هو العذاب العلیم و اینو هم بدونن که عذاب من عذاب دردناکی است پس نباید این رحمت خداوند شما را جریع بکنه درست الله متعال رحمتش بیکران هست گسترده هست را رحمت عام خداوند عزیزان بیننده گفتیم همه رو در بر میگیره همه خلایق رو مؤمنان و غیر مؤمنان را حتی کفار را حتی ملحدان را حتی مشرکان و گمراهان و اونهایی که تمرد بر فرامین الهی میکنن تمرد بر دین الهی میکنن رحمت عام خداوند اونها رو هم در بر میگیره یعنی الله متعال از امکانات دنیوی و مادی اونها را هم محروم نمیکنه یا راه رشد و ترقی مادی و دنیوی رو برای اونها هم هموار میکنه انبیا رو و کتاب های آسمانی رو و مشخص کردن راه رو را برای همه الله متعال این انجام داده این آیزان بینده. این راه رو را برای همه مشخص کرد و رحمتی که والدین به نسبت فرزند دارن رحمتی که حیوانات به نسبت فرزندان خودشون دارن همه و همه اینها از آن بیننده جلوهایی از رحمت الهی این امکاناتی که در اختیار ما این خورشیدی که ما میبینیم روی یک نظامی مشخصی در واقع حرکت میکنه زمین خلایق دیگر موجودات دیگر یا اون چی که در آسمان ها و زمین مسخر انسانه همه و اینها جلوهایی از رحمت الهی اما این رحمت در حقیقت مالک یوم دین که الله هم میخواد اینو به ما بگه که در حقیقت ما تکیه بر رحمت خداوند و اینکه خداوند رحیمه و خداوند مهرورز از در حقیقت نباید باعث جریع شدن انسان بشه و اینکه انسان دست خودش رو باز ببینه بگه حالا که خدا غفور و رحیمه بس من هر کاری دلم خواست انجام میدم خدا منو میبخشه نه مجازات هایی هم قرار داده شده و, و اقابی هم هست برای اونهایی که تعدی میکنن برای اونهایی که ظلم و ستم میکنن برای اونهایی که قوانین الهی رو زیر پا میذارن چون این قوانین اومده برای به صلاح ما باشه امور ما سر و سامان میگیره به نفع خود ماست اگر ادعی بیان و قانون شکنی کنن و این قوانین رو زیر پا بذارن در حقیقت دارن هم به خودشون ضربه میزنن هم آسیب به جامعه وارد میکنن هم آسیبی در حقیقت آسیب هایی که وارد می دامن دیگران و دامن جامعه و دامن اطرافیان را خواهد گرفت و برای اینه که مجازات ها قرار داده شدن تا در حقیقت حق حقوق ها رعایت بشن و تعدی و تجاوزی به حقوق دیگران صورت نگیره و الله مطال در جای دیگر میفرماید که غافر ذنب و قابل توبه شدید العقاب خداوند مطال گناهان رو می آمرزه توبه ها را می پذیره، اما شدید العقاب هم هست باید اینو بدونیم همونطور که الله مطال رحمتش گسترده هست و در واقع رحمت خودش رو گسترده کرده برای همه بندگانش برای اونهایی که توبه میکنند و باز میگردن هر آنچه هم گناه انجام داده باشن اما شدید العقاب هم هست برای متمردان برای مجرمان برای جنایتکاران برای اونهایی که چه وسا توبه هم نکنند و چه بسا تمرد اونها سرکشی اونها و جنایت کار بودن اونها به مرحله ای برسه یا چنان در این امور پیش برند یا تمرد اونها و حد شکنی اونها در حدی برسه که حتی در حقیقت حاضر به توبه و بازگشت هم نباشن حاضر به این که که ما که در واقع اعتراف به اشتباه بکنن چرا که بشر به طبیعت خودش اشتباه میکند کل بنی آدم خطا رسول الله صلی الله علیه و آله و خیر الخطائین توابون هر انسانی امکان اشتباه در اون هست امکان لغزش در اون هست غیر از انبیای الهی اما خیر الخطا این التواب بهترین اشتباهکاران و گناه کاران اونها هستن که توبه میکنن باز میگردن به طرف الله متعال میدونن خالقی دارن آفریدگاری دارن پروردگاری دارن که رحمان و رحیمه غفور هست میبخشه آمرزش میکنه حتی بدی ها را تبدیل به نیکی میکنه حتی اونی که از کفر به ایمان میاد خداوند متعال از رحمت الهی اینه که تمام پرونده قبلی اونو همش رو پاک میکنه و در حقیقت یک دلت و فرمت میشه هر اون که در گذشته انجام داده و به مانند از مادر متولد شده و حتی اونهایی که توبه نسوح میکنن و به الله هم باز میکردن پس مالکی مدین ازان بیننده خوده در حقیقت کلمه مالک یا قرائت هایی که مالک شده دو تا قرا... ما در قرائت ها دو تا قرائت را برای مالک داریم یکی مالک هستی که ملک هست مالک که در حقیقت در در قرائت های مانند قرائت عاصم و کسائی و در واقع یعقوب و خلف اینها با قرائت مالک اومده حالا که الان در واقع در رسم الخط یا در مصحف نوشته میشه که معنای مالک یعنی متصرف بالفعل حالا در واقع تعریف شده فل اشیاء المملوکت له الله. اللهی که با فعل خودش در همه اون چیزهایی که تحت تصرف و مالکیت اون هست در واقع میتونه دخل و تصرف بکنه این معنای کلمه مالک هست یعنی کسی که صاحب اختیار همه اون چیزهایی هست که تحت تصرفشه و به نسبت آنها مالکیت داره و میتونه در آنها دخل و تصرف بکنه اما قرائت دیگر که برای مالک اومده ملک هست که ملک در حقیقت متصرف با قول هست با گفتن به صورت امر و نهی اینکه این, این کار رو انجام بده این کار رو انجام نده این در حقیقت معنای ملک بودن هست که در همه اون چیزهایی که بر آنها مالکیت داره میت اونها را میتونه امر و نهی بکنه که این کار رو انجام بدید و این کار را انجام ندید این معنای ملک بودنی که در حقیقت باقی حالا در باقی قرائت ها این معنای ملک در حقیقت اومده و خداوند متعال هم در حقیقت متصف کردن خداوند با که هر دوتا اینها درست هست مالک و ملک در حقیقت به بگیم بلیخترین وجه ممکن در زبان عربی هست توصیف خداوند به اینکه که در حقیقت هم مالک یوم الدین هست و هم الله متعال ملک یوم الدین هست و این خود در حقیقت بگیم انسان بیننده کلمه حالا ملک یا مالک بودن که خودش از ملک گرفته شده مشتق شده و به معنی تملک اشیا در حقیقت و داشتن اونها هست در زبان عربی یا در حقیقت در زبان عربی گفته میشه که ملک تل بیت یا ملک تل کتاب ها. یعنی اینکه من صاحب اون شدم یعنی اینکه مال منه و من به نسبت اون مالکیت پیدا کردن اما ملک از ملک اومده که به معنای سیادت و آقایی و در حقیقت تدبیر امور و تصرف در اونها از نظر امر نه از نظر فرمان هست ممکنه کسی مالک اشیا الزامن ملک بودن در واقع ملزم اینو الزام نمیکنه که حتما مالک اون چیزها باشه چه مالک اونها نباشه اما امر و نهی بکنه و امر و نهیش نافذ باشه مثل حالا پادشاهانی که ما در دنیا داریم یا حکومت هایی که داریم ممکنه فرد قوانین رو وضع کنه امر و نهی بکنه امرش هم نافذ باشه اما مالک اون چیزهایی که یا اون کسانی که امر و نهی میکنه اونها را مالکیت به نسبت اونها نداشته باشه اما امر و نهیش نافذ باشه در حقیقت و قابل اجرا باشه یا به اون عمل بشه و خداوند متعال هم در حقیقت این ملک بودن خداوند متعال یا مالک بودن اون یکی از چیزهایی که آیاتی که بر قرآن کریم ما داریم هم در سوره انفطار آیه 19 الله متعال می‌فرماد که یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یوم اذن لله در روز قیامت دیگه هیچ کسی نمیتونه به دیگری سود برسونه و همه امر اونجا در واقع همه امور در دست الله متعال و خداوند متعالی که میتونه اونجا امر بکنه یا نهی بکنه و این در حقیقت یکی از پیام هایی که به ما داره ازان بیننده مالکی و دین بودن الله متعال اینه که ما دیگه قلب خودمون رو در واقع بکنیم از همه چیز و اینکه طمع به غیر خدا و به مخلوقات دیگه در حقیقت و یا به معبودهای دیگر را به طمع اینکه کاری میتونن برای ما انجام بدن در روز قیامت یا اینکه میتونن در این دنیا حاجتی را از ما برآورده بکنند در حقیقت به اونها دل نبندیم و اینکه همه امید و آرزوی ما و تعلق قلبی ما و قضای حاجتهای خودمون را و برآورده کردن برآورده شدن نیازهای خودمون رو از الله متعال بدونیم پس مالک یوم الدین در حقیقت اگر هم به معنای مالک و ملکش در حقیقت با هر دو قرائتی که هر دو تا صحیح هست یعنی اینکه خداوند متعال دخل و تصرف داره در همه آفریده های خودش در همه خلایق خودش هم با قول هم با فعل یعنی هم با اوامر و نواهی که برای ما وضع کرده خداوند متعال و هم با کارها و افعالی که خداوند متعال انجام میده و کارهایی که می کند خداوند متعال در هر دو وجه اون و در هر دو صورت خداوند متعال در حقیقت مالک هست مالک در حقیقت روز قیامت هست مالک یوم الدین که خداوند متعال در جای دیگر در سوره انفطار این م... یوم الدین که خود دین به معنای جزا و پاداش هست حقیقت روزی که روز کیفر هست اونجا روز جذاب و پاداش اما گونه که در اقوال محصور ما هم داریم از اقوالی که به علی مرتضا رضی الله تعالی عنه نسبت داده شده که شون می الیوم حساب عمل بلا حساب و غدا حساب بلا عمل امروز دنیایی که الان ما در اون زندگی میکنیم روز عمل هست روز عملگرایی امروز این دنیا میدان تلاشه میدان کوششه میدان در واقع اون مقول معروفی که از دنیا مزرعه الاخره آخره دنیا مزرعه ای آخرت اینجا جای کشته جای تلاشه جای کوششه جای اینه که انسان آخرت خودش رو بسازه دیگه اینجا مجازات و بهشت و جهنمی نیست اینجا عذاب در واقع مجازات و عقابی در اینجا وجود نداره یا حساب و کتابی که انسان به در واقع در حالا قبال تمام کارهایی که انجام میده مورد معاخذه قرار بگیر اما غدا در روز قیامت حساب بلا عمل اونجا دیگه روز حساب و کتابه روز اینه که انسان باید جوابگوی کارهایی باشه که در دنیا انجام داده هر اون که در دنیا فمن یعمل مثقال ذره خیرا یرا و من یعمل مثقال ذره شرا یرا اگه به اندازه ذره خوبی کرده باشی اونجا نتیجه اونو میبینی اگه به اندازه ذره بدی کرده باشی اونجا نتیجه اونو میبینی پس همونگونه که در مورد در واقع اونهایی که کارامه اعمالشون رو میگیرن خداوند متعال در مورد اونها میفر میفرماید که فمال هذا لَا لا يغادر و وَلَا ولا كبيرة الا این دیگه هیچ چیزی رو از قلم نینداخته هر یعنی تجربه میکنن که چگونه هر آنچه که ما انجام ریز ریز اعمال ریز ریز کارایی انسان در این دنیا انجام میداده و چه بسا تصور اونو نمی کرده که این کار من هم ثبت بشه و در حقیقت در کارنامه اعمالم که اونجا به من داده میشه این کار من هم ثبت بشه اما اونجا در واقع یکی میخوره و جا میخوره که لا یهادر و سغیرتن ولا کبیرتن الا احساها ریز و درشت هر آنچه که انجام میدادم همه رو به حساب آورده همه ثبت و ضبط شده و ما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین تو, چی میدونی که یوم الدین یا روز قیامت چه روزیه روز جزا و پاداش چه روزیه یوم لا <سؤال> تملک نفس لِنَفْسٍ شیئا و الامر یوم لله اونجا دیگه کسی نمیتونه به دادت برسه اونجا الامر یوم لله اونجا همه کار الله هم تعالی پس میتونی از همین جا توشه ای برای خودت بفرست از همین جا کاری برای خودت بکن همونطور که رسول الله صلی میفرماید که اغتنم خمسن قبل خمس پنج چیزو قبل از پنج چیز غنیمت بدون حیات که قبل موت که زندگی تو قبل از اینکه مرگت بیاد امروز که در این دنیا قرار دادی داری صحت و سلامت و تندرستی داری چه بسا جوان هستی و نیرو و نشاط جوانی رو داری قوت و تندرستی رو داری و میتونی عمل بکنی میتونی مفید باشی میتونی خیر برسونی میتونی مصمر سمر واقع بشی میتونی عبادت و طاعت ها رو انجام بدی و اون سر و عضو مفیدی برای جامعه باشی باعث در واقع عاملی برای ترقی و پیشرفت جامعه برای خیر رسانی دیگران برای آ آ آوردن ترقی و پیشرفت و آبادانی در جامعه باشی در واقع گره گشایی باشی در مورد مشکلاتی بتونی بی در واقع برادر مسلمانت به بنی نوع خودت و هم نوع خودت خدمتی بکنی اینجا عمل بکنی. اینجا را غنیمت بدونه حیات که،, که قبل موت که زندگی تو و شباب شباب که قبل هر جوانی تو قبل از اینکه پیر بشی جوانی که دوران نشاط هست و دوران سر و قوای جسمی انسان در حد علای خودش سلامتی انسان و تندرستی انسان در حد علای خودشه و انسان میتونه بهترین در واقع دستاورده ها رو رقم بزنه و بهترین اثر رو از خودش به جا بذاره در واقع اثری که چه بسا بعد از مرگ انسان هم برای انسان باقی بمونه ما صدقه جاریه داریم که رسول الله صلی الله علیه در حقیقت میفرماید که ولد او ولد صالح یدعو له او علم ینتفع به او صدقتون جاریه چیزایی که بعد از مرگ انسان هم از انسان میمونه انسان میتونه اثراتی در این دنیا از خودش بر جای بذاره که حتی بعد از مرگ اون هم اجر و ثواب برای اون برسه تو از دنیا رفتی تو اصلا وجود نداری اما هی داره به کارنامه اعمال تو اجر و ثواب میره و نتیجه اثرات خیری که از خودت به جا گذاشتی علمی نشر کردی کتاب خوبی نوشتی مردم رو به خیر تشکیل کردی یک صدقه یک در واقع آبنباری برای مردم درست کردی خیابونی در جایی درست کردی بیمارستانی درست کردی کمک کردی مدرسه ای رو درست کردی در حقیقت هر کار خیری که انسان انجام میده یک, نفر دانشجو میخواد درس بخونه دست اونو میگیری کمک میکنی اونو در واقع به ذات مالیش ضعیفه فقیر هست همکاری میکنی با اون که بتونه درسش رو بخونه پیشرفت بکنه در واقع بعد فارغ و تحصیل بشه همین میاد تو جامعه فردای خیری میرسونه اینها به پرونده اعمال میره در واقع تو هم در خیری که این انجام میده شریکی فردا تو از دنیا میری اصلا وجود نداری اما این در جامعه وجود داره خیر میرسونه و در واقع مفید واقع میشه برای دیگران و جامعه اجر اون و پاداش اون برای تو تا قیام قیامت, قیامت نوشته میشه و هر کار خیلی ازان بیننده که انسان انجام میده در حقیقت و اثراتی که از خودش به جا میذاره و همونطور که کسی که گناه انجام میده شری رو پای میکنه و در حقیقت معاصی و گناهان رو منتشر میده چه بسا یک ویدیویی رو مثلا در شبکه های اجتماعی یا در اینترنت یا در یوتیوب یا جاهای دیگه منتشر کنه که به گناه مردم را فرا میخونه خب ممکنه این شخص از دنیا بره بعد این ویدیو سالیان سال مثلا این بمونه و هی کسانی که اونو میبینند و تشویق به گناه میشند یا در حقیقت انگیزه گناه رو در اونها ایجاد میکنه همه و همه اینها گناهش به حساب اون نمشته میشه حتی در این دنیا وجود نداره یا طرف کتابی رو نمشته که مردم رو به طرف زلالت و گمراهی در واقع فرا میخونه به طرف اعتقادات باطل به طرف شر و بدی ها خودش از دنیا میره اما کتابش نمشته هاش وجود دارن اونهایی که به واسطه این نوشته ها به واسطه این کتاب ها به واسطه گفتار شبسا ها, ویدیو ویدیوهایی که ازش ضبط شده حالا صدایی که ازش هست مردم رو به زلالت به گمراهی به بدعت به شرک به شر و بدی در واقع فرا میخونه خودش شبسا در این دنیا نباشه اما هی این گناه هی داره به حسابش میره و آثار گناهانی که ازش به جایی مونده حتی در غیاب خودش هم در حقیقت از آثار سوء اون به کارنامه اعمالش میره و براش نوشته میشه و خود دین هم ازان بیننده در اینجا در حقیقت به معنای جزا و حساب هست یعنی روزی که روز حساب و کتاب و روزی که پاداش کارها در اونجا داده میشه و خود کلمه دین ازان بیننده در لغت عرب به معنای یک از معانی اون یک عادت تکرار پذیره. یعنی عادتی که انسان اون رو به کرات و به طور مکرر و مستمر اون رو انجام میده در زبان عربی در حقیقت یا در در زبان عربی به معنای عادت تکرار پذیر اومده همونطور که در شعر عرب ما داریم که تقول و اذا درعت لها و دینی اها دا دینه ابدا و دینی انگامی که در واقع حالا پالان شطر را بر روی زمین پهن میکردم معنی این شعره که شطور به من میگو فلا از زبان شطور داره میگه که آیا این کار همیشگی من و تو یعنی باید همیشه این, این روال روزمره ما هست که باید همیشه این کار انجام بشه در واقع یکی از معانی دین هم به معنای عادت تکرارپذیری که شخال اسلام ابن تیمیه در, در واقع در شرح این معنای دین هم میفرماید در حقیقت که یعنی به همین معنی اشاره میکنه که موافق با گفته علمای زبان عربی که شون میفرماید دین در لغت در اصل به معنای عادت تکرار پذیر می باشه هست و اون که فرد در قلبش به عنوان عقیده داره یا گفتار یا عباداتی که با اعضا و جواره انجام میده دین نامیده میشه زیرا که اینها به صورت عادتی و تکراری در حقیقت انجام میگیره پس دینیه که هی انسان اونها رو تکرار میکنه و این یکی از اطلاقات کلمه دین هست در حقیقت یعنی چیزی که انسان به اون التزام و پایبندی داره پایبندی به یک امر یعنی که انسان همیشه به م... با... به استمرار اونو انجام میده اه... و در حقیقت از معانی کلمه دین هم که در این آیه در حقیقت گفتیم به معنای جزا و پاداش که در همین آیه مالک یوم الدین یا در فرموده خداوند متعال در جای دیگر در سوره نور الله متعال میفرماید که یوم یوفیهم الله و دینهم الحق یعنی در اون روز خداوند متعال پاداش یعنی در روز قیامت پاداش و جزای اونها را بدون کم و کاست و بدون اینکه در واقع حقی از اونها زایه بشه الله متعال پاداش اونها را میده در روز قیامت یا در آیات آیه دیگری که خداوند متعال در حقیقت به معنای این روز جزا یا جزا بودن یا پاداش بودن کلمه دین اشاره داره در آیه نه سوره انفطار هست که الله متعال میفرماد کلا بل تکذبون به دین بلکه شما تکذیب میکنید روز جزا را یا این, این پندار رو دارید این تصور رو دارید که در واقع جزا و پاداشی وجود نداره و هر آنچه هست در همین دنیا هست در واقع در مورد کفار و کسانیه که آخرت یا, را، یا قیامت را در حقیقت یا جزا و پاداش رو در حقیقت امر اینو انکار میکنن و حالا این اعمالی که در حقیقت به دین و اگه به این معنا بگیریم که تکرار می شود پس پاداش اون هم به ازای این تکرار تکرار میشه یعنی هر انسان هر چه عمل خیر انجام میده و اینها تکرار میشه پاداش اون هم برای انسان تکرار میشه هر چه انسان اعمال خیر بیشتری تا آت و عبادات بیشتری رو انجام بده اجر و پاداشی که گیر اون میاد و درجاتی که به انسان میرسه در حقیقت بیشتر خواهد بود و یوم, یوم الدین هم از در واقع نامهای قیامت هست که در حقیقت در آیات مختلفی خداوند متعال هم به در واقع قیامت به این معنا اشاره فرموده که یوم یقوم الناس و لرب العالمین اون روزی که خداوند مردم در پیشگاه پروردگارشون می می و اونجا حاضر میشن آیه محمد پشت خط هست بیننده اون آیه محمد بفرمایید آیه محمد سلام خسته نباشید سلام زنده باشید امام. بفرمایید آقای اسماعیل جناب ابن تیمیه در تاوز نما یک مست می که این نهو که به تلبک که حل شیل یا نه من سوالم از شما این هست که با توجه به این متن که میگه جناب ابوبکر گفته بود جستجو بکنه خانه علی که چیزی در بیت المال از اون هست یا نه آیا اینجا تایید کنه که نوع اتهام دزدی زدن به حضرت فاطمه و علی هست که بیت در خودشون قائم که متوجه نشدم چی گفتید آقای محمد اگه از اول بگید خیلی خلاصه اینو بگید چی گفتید سوال من این است که آیا نیت صحابه از حضور دست جمعی در جلوی درب خانه علی چه بود جناب ابن تیمیه هم اینجوری آورده که ایشون رفته بودند ببینند لینظر هل فیه شیء من بیت المال چه در خانه علی چیزی از بیت المال هست که اینو مصادره بکنن و برگردونن به بیت المال شما این نیت رو تایید میکنید یا نه نیت دیگه ای داشتن این همبه این همبه ار... البته این عبارت اولا عبارت عربی رو بگید تا من سرچ بکنم ببینم چی گفته اینجا بگید عربی شایه در کجا گفتید اومده منهاج عربی شو بخونم براتون يتلخص منهج السنه بل منهج السنه النبويه بد بالعربي شو لو تفرمون تش انه كبس الفك انه انه كبس الفك فانه انه کبسل کبسل بیت بله کبسل بیت کبسه با چی س... چی با سین هست سین هست بله کبسه با سین هست کبسل بیت من هم چی چیز شیزو... بیت یا بیع بیت لحف... بیت میگی بیت خانه خانه بیت بله لینظر حل فیشه اون به مال الله الذی بله آوردید؟ بله این آوردم خب حالا شما چی میگید که اینجا چی گفته ابن تیمیه؟ بله حالا <تصفح> <تصفح> من این هست اینجا جناب ابن تیمیه میفرماین که قایت اون چیزی که ما از رفتن و حجمه به خانه علی پیدا میکنیم این هست که اینا رفتن اونجا رو بگردن ببینن چیزی از مال الله اونجا اونا هست که اینو خدا نکرد نمیدونم چه جمع کردن یا دزدیدن رفت ما رو پیدا بکنه برگردونه به بیت المال این اتهام دزدی به حضرت علی و فاطمه زهرا هست یا نه اتهام دوزی به حضرت علی و فاطمه زهره حالا من از توضیح بدید. توضیح بدید خب من از اول اینو میخونم در حقیقت اینکه چی گفته یا اصل کلام شیخ الاسلام ابن تیمیه چی هست خب شما ان پشت خط بمونید در فصلی که حالا شیخ الاسلام آورده در حقیقت در کتاب خودشون در منها سنت نبویه اگر تا فهمان لطف کنن مانیتور بنده رو بدن قال الرافضی از قول ابی بکر فی مرد موته لیتنی کنت و ترکت بیت فاطمه لم اکبس هو و رد علی اینکه حالا در واقع این رافضی که میگه این صاحب اون کسی که ابن تیمیه بر رد اون این چیزها رو نوشته ادعاهایی که کرده اینی که ابوبکر رضی الله تعالی هم میگی که در مر... بیماری حالا زمانی که بر بستر مرگ بودن که کش... کاش من خونه فاطمه رو ترک کردم لم اکبس ها حالا معنای کلمه کبس یا لم اکتسب و لم اکشف ها حالا در حقیقت ل... به اونجا حالا نمیرفتم در حقیقت اما قال رافضی حالا اینجا میاره کلا که این قضیه رو روشن بکنه که چی هستیم قوله فی مرض موته لیتنی کنت ترکت بیت فاطمه لم اکبس و لیتنی کنت فی ظلت بنی ساعد دربت على يد احد رجلين وكان هو الامير وكنت الوزير هذا يدل على اقدامه على بيت فاطمه عند اجتماع امير المؤمنين والزبير وغيرهما فيه. ان كي هلا درجات ان هلا شغل الاسلام جواب ان القدح ان القدح لا يقبل حتى يثبت اللفظ باسناد سيء. شغل الاسلام اینه که حالا ظاهر اون تعرض به خانه فاطمه باشد یا حالا نوعی بی احترامی به ایشون باشد رضی الله تعالی عنها این چیز ثابت نمیشه مگر اینکه سند صحیحی در این مورد آورده بشه در این مورد و یکون دالن دلالتن ظاهرتن علی القتل و اینکه دلالت اون آشکار باشه بر اینکه که بی احترامی شده فاذا انتفت اهداهما انتف القدح اگر یکی از اینها در واقع دلالت ها دلالت بر این باشه که قدحی وجود نه یعنی نه صحیح باشه و نه دلالت اون آشکار باشه بر این که در حقیقت این که بی احترامی شده پس این دیگه اعتباری نداره این اصلا ارزشی نداره و نحن نعلم و یقینا ان ابا بکر لم یقدم علی علی و زبیر به شیء من الاذا و ما یقینا میدونیم که ابو بکر رضی الله تعالی عنه هیچ گونه آزار و اذیتی در واقع بر علی و زبیر نرسوندن هیچ گونه اذیتی بر, ای بر اینها روانه داشتن بل ولا علی سعد ابن عباد عبادت المتخلف انبیته اولا و آخرا حتی بر سعد ابن عباده که در حقیقت از بیعت ایشون بیعت نکرد هم هیچ تعرضی نکردن اصلا به ایشون و در حقیقت همچین چیزی از در حقیقت امر از ابو بکر صدیق به اثبات نرسیده و غایت و مایو و در حقیقت نهایت چیزی که میشه در مورد این قضیه گفت اینه که ان انه كبس البيت لينظر هل في شيء من مال الله الذي يقسمه وان يعطيه لمستحقه آیا اون چیزی از در واقع مال الله وجود داره که بخواد اونو تقسیم بکنه و اونو به مستحقانش بده ثم را انه لو ترک لهم لجاز فانه فا يجوز ان يعطيهم من مال الفي یا اینکه اگر در واقع اگر ببینه که اون چیزی که پیش اونها هست در واقع مستحق اون هستن و استحقاق اونو دارن اونو در حقیقت به خودشون بسه پاره به خودشون بده و اینکه از مال فی در حقیقت به اونها اعطا بکنه اما اقدامه علیهم انفسهم بالاذا فهذا ما, ما وقع فيه قط باتفاق اهل العلم ودی اما اینکه ابوبکر رضی الله تعالی عنه اذیتی رو به به فاطمه یا علی رضی الله عنه رسونده باشه یا به زبیر رضی الله عنه رسونده باشه این به اتفاق اهل علم و دین در حقیقت اتفاق نیفتاده و این رو جاهلان دروغگو و اونها و سادلوهان و احمق و در واقع اونهایی که از روی حماقت همچی چیزهایی را قبول کنند پذیرفتن و اینکه ان الصحابت ان الصحابه هدم بیت فاطمه و ضربوا بطنها حتی اسقطت هم چیزایی که افسانه هایی مثل که در واقع روافظ و غلات درست کردن در مورد اینکه حالا به خانه فاطمه حمله شد و ایشون مورد تعرض قرار گرفت پس در اون چیزی که شغل اسلام ابن تیمیه در این هم واضح, واضح برای ما بیان میکنه اینکه این چیزها ادعاهایی که میشه در مورد اینکه حالا او بکر را تالان آزار عذیتی به فاطمه یا به علی رسونده این در حقیقت هیچ واقعیتی نداره و هیچ سند و مدرکی درستی مبنی بر این وجود نداره بلکه روافظ و حاقدان و کینتوزان اونهایی که دشمنی باس یاران رسول الله صلی الله علیه دارن این افسانه ها را آوردن و بیان کردن برای اینکه به نوعی در حقیقت صحابه یا رسول الله صلی الله علیه و سلم را مورد حمله قرار بده اما چه بسا ایزان بیننده این پرسیده به شال من در خلال صحبتان در در واقع به این سوال جواب دادم که چرا مالک یوم الدین اینجا اومده بعد از رحمت خداوند ابی ابی حیان رحمه الله در تفسیر خودش در حقیقت دلیل این حالا تناسبی که هست میان رحمت خداوند و بعد از اون یعنی ما گفتیم در برنامه پیش که تقدیم رحمت بر عقاب و جزا در واقع این که رحمت جز صفات ذاتی خداونده و الله متعال رحمت رو دوست داره و دوست داره که ببخشه پس رحمت خداوند سبقت داره بر عذاب خداوند بر مجازات خداوند ابی حیان میفرماید که لما وصف الله تعالی نفسه بالرحمه و کان هذا قد یؤدی بالعبد الى غلبة الرجاء علیه چه بسا این رحمت خداوند متعال و رحیم بودن خداوند متعال و حتی رب العالمین و اینکه خداوند همه چیز رو در اختیار ما قرار داده و همه امکانات رو به ما داده و این همه لطف و انعام و اکرام در حق ما داره چه بسا در حقیقت رجاع رو یا بگیم این تصور رو به بنده بده که حالا خدا غفور و رحیم رحمان و رحیمه و من هر کاری دلم بخواد میتونم انجام بدم چه سوال الان در مقولات خودمون ازان بینید در جامعه بشنمیم که ما میگیم آقا طرف غرق در گناهان میگیم که چرا این گناهان رو انجام میدی؟ یا حالا در حقیقت تکیه بر رحمت خداوند کردن و غافل ماندن از اینکه خداوند مجازات میکنه و عذاب هم میده و اینکه در قبال گناهان و جرم و جنایت های ما و معاصی ما مجازاتی هم وجود داره این در حقیقت چه بسا باعث بشه که انسان متمرد بشه و اینکه انسان به راحتی گناه بکنه طرف غیبت میکنه تهمت میزنه به دیگران مال دیگران را میخوره چه بسا خون کسی را به ناحق بریزه چه بسا تعدی به حقوق دیگران بکنه اما دچار نگاه حرام میشه در واقع عادت به روابط نامشروع داره یا به هزاران گناه دیگر رباخاری میکنه اما این رو برای خودش توجیه میکنه آقا خدا غفور و رحیمه خدا میبخشه و این نوعی فریب هست و این در حقیقت فریب شیطانه که انسان رو فریب میده که با تکیه کردن بر رحمت خداوند دیگه دست خودش رو باز ببینه که هر کاری میخواد انجام بده و هر جرم و جنایتی که میخواد انجام بده با این توجیه که آقا خدا غفور و رحیم باید بدونه که خداوند مجازات هم قرار داده خداوند عذاب و عقاب هم قرار داده اینگونه نیست که در واقع تکیه بر رحمت خدا باعث بشه که انسان دست خودش رو باز ببینه برای اینکه هر کاری رو دلش بخواد انجام بده نبه به صفت الملک لیوم الدین لیکون العبد من عمله علا وجل خداوند متعال این صفت ملک یوم الدین رو گذاشته تا اینکه حواس انسان جمع باشه تا اینکه ما در قبال کارهایی که انجام میدیم بدونیم که مسئولیم در قبال اعمالی که انجام میدیم بدونیم که مسئولیم و هر کسی در هر حالا مقامی و پستی و موقعیتی که قرار داده داره باید بدونی که مسئوله باید بدون روزی میاد که اونجا باید حساب پس بده باید بدونی که بهشت و جهنمی وجود داره پاداش و مجازاتی وجود داره اگه به من مسئولیت یک چیزی رو دادن مثلا مسئول حکومتی هست دولتی هست باید بدونه که این اموالی که در اختیار من قرار داده شده این رعیتی که در اختیار من هستن این مسئولیتی که من دارم این امانت هست در قبال اون باید حساب پس بدم در روز قیامت پس نباید سعی کنم که در حقیقت با تبعیض به دیگران نگاه بکنم یا به دیگران ظلم بکنم یا اینکه از اموالی که در اختیار منه از اموال عمومی که در اختیار منه از پول و مال بیت المالی که در اختیار منه بخوام سوء استفاده بکنم اختلاس بکنم به راحتی و این تصور که حالا زندگی خوب و خ... راحتی رو برای خودم اطرافیانم درست بکنم و این تصور رو بکنم که دیگه همین زندگیست همین چیز رو همینجا خلاصه بکنم بلکه باید اینو دونست که دنیای دیگه هم هست که اونجا انسان باید جوابگوی اعمالش باشه هر اون که در این دنیا انجام میده اونجا باید جوابگوی اون باشه ولی یعلم ان لعمله یوما تظهر له فيه ثمرته من خیر و شر من خیر و شر و در واقع اینو بدونه که روزی میاد که هر آنچه از خیر و شرک انجام داده باید در حقیقت نتیجه اونها رو میبینه در روز قیامت نتیجه کارهایی که در این دنیا انجام میده باید این تو ذهنش باشه که میبینه و برای اینه که کسان بیننده در سوره حمدی که ما در همه نمازهای خودمون این سوره رو میخونیم این سوره معانی بسیار بزرگی را از بیننده در برداره همانطور که گفتیم این سوره ام القرآن لقب گرفته مادر قرآن یا ام کتاب به دلیل اون معانی عظیم و بزرگی که در حقیقت در این سوره وجود داره الله متعال با این که در این سوره در حقیقت الوهیت خودش رو به ما معرفی میکنه اینکه الله متعال الحمد لله رب الله الله لله اللهی که معبود بر حقه و تنها و تنها اون باید مورد عبادت قرار بگیره و ما در عبادت و پرستش باید الله متعال را به یک تایی بپرستیم بعد از اون رب العالمینه ربوبیتش و مالکیتش به نسبت این هستی و خلایق و اینکه اونها رو خلقشون کرده تدبیر امور اونها در دستان الله متعاله امکانات رو در اختیار اونها قرار میده راه و به اونها نشون میده تربیتشون میکنه وسایل رشد اونها رو در اختیارشون قرار میده و انعام و لطف و احسان و نعمت ها... اه... که الله در حق بندگان و خلایق داره و امکانات و نعمت که به اونها میده این در ربوبیت خداوند متعال رزق و روزی به اونها میده مرگ و زندگی اونها در دستان الله متعال و بعد از اون الله متعال به رحمت خودش ایزان میلنده اشاره میکنه بعد از الوهیت و بعد از ربوبیت رحمت خودش رو که رحمان و رحیمه رحمتی که به آمی که به نسبت همه خلایق داره و بندگانش داره و رحمت خاصی که به نسبت مؤمنین داره و بعد از اون مالک یوم دین بودن خودش رو یعنی چهار تا صفت اساسی خداوند متعال ایزان بیننده که در این سوره خداوند متعال اونها را پایه و اساس قرار داده همونطور که رحمان و رحیمه اما مالک یوم دین هم هست و جزا و پاداش هم میده و ما باید در قبال اعمالمون و کارهایی که در این دنیا انجام میدیم حواسمون باید جمع باشه تا برنامه بعد بیننده همه تون را به الله متعال می سپارم الله زل جلال و الاکرام یار و نگهدار